شما بیننده برنامه زنده آماج با مناسبت لوی جرگه عنعنوی هستین. آقای سنچارکی رئیس جمهور وعده دادن که روز آخر لوی جرگه بار دیگه حاضر خواهد شدن و سخنرانی خواهند داشت و مسائل تازه را هم مطرح خواهد کردن در این سخنرانی، یا مسائلی که از این سخنرانی اولیشان باقی مانده بود. چه انتظار دارین؟ رئیس جمهور چه مسائلی را مطرح خواهد کرد؟ گرچه جناب شما و همچنین جناب انجینر صاحب گفتن که رئیس جمهور فقط دو مورد مطرح کردن که مشوره میشه در اینجا، اما ما میخواییم بگم که بسیار زود است که هنوز آدم بگه که نه، امید دو مورد هست که مشوره میشه. امکان را از درین کمیته ها موارد برای که این موارد توسط عوامل حکومت قبلا به صورت محتویات آماده شده و اوکی یا تاییدی اعضای کمیته ها گرفته میشه در صحن عمومی. چه موارد مثلا؟ و این موارد نمیشه که حال گفت چه مواردی هست، اما از آنچه که شما اشاره کردین که رئیس جمهور در صحبتهای خود گفته که در روز آخر ما بر میگردم و در مورد اداری افغانستان یا نظام آینده افغانستان و موارد دیگه با شما مشورت میکنم، این بسیار میتونه یک زنگ خطر باشه و یک تهدید باشه که امو موارد پوشیده و پنهانی که پیش رئیس جمهور و حکومت است او موارد پوشیده برملاشا و برای از درون جرگه. به این خاطر ما قبلا هم بارها گفتیم که بسیار بعید میدانیم که در یک جرگه با این کلانی و بزرگی و صرف هزینه های کلان و مسائل، تنها این دو موردی که هنوز هم سند استراتژیک معلق است، جزئیاتش معلوم نیست، هنوز هم موارد اختلافی خیلی زیاد است، متنش در اختیار اعضای جرگه قرار نگرفته و مسائل از قبیل، بعد صورت بگیره احتمال داره که موارد مشکوک و مخشوش باشه که یک خطری باشه برای آینده دموکراسی. آقای سنچاری که میشه واضح تر صحبت بکنین، چه ما از شما از چی چیزی نگران هستین؟ رئیس جمهور با صراحت گفتن که دو مورد است، پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و صلح با طالبان. شما از چی چیزی نگران هستین؟ نگرانی ما از این است که اولا نفس تشکیل جرگه ها خودش یک اساس برای رهبری سیاسی ها که میخواهی که جرگه ها را در اذهان زنده نگاه کنه، جایگاهشان، صلاحیتشان، اعتبارشان، در حالی که اینا مطابق قانون اساسی از بین رفتن میخواهی اینا را زنده نگاه کنه. یک دو، اگر هیچ چیز دیگری در اینجا به تصویب نرسه، بعد از یک سال دیگه بازم همی جرگه فراخوان شوه، رئیس جمهور مطرح کنه در این جرگه که ناامنیست، بودجه نداریم، یک کشور فقیر هستیم، انتخابات هزینه داره، بیاین برادر یک تصمیم بگیریم به اداره افغانستان. در اونجا دو حالت داره، یا اعضای جرگه بگه که سیس همی تیم با گفته معاون اول رئیس جمهور که نخبه های افغانستان همین هستن که در حکومت هستن، خارج از اینا دیگه کدام نخبه وجود نداره، بیاین همینا 5 سال دیگه هم حکومت بکنن، یا اینکه بیایم همی قانون اساسی را تعدیل کنیم، نظام از ریاستی برای پارلمانی. رئیس جمهور افغانستان چندین بار این مسئله را رد کرده و حتی مشاور ارشد امنیتی رئیس جمهور آقای اسپانتا هم روز دو روز قبل در مجلس نمایندگان افغانستان این مسئله را رد کرد و گفت که ادامه کار هیچ کسی در جرگه مطرح نخواهد شد. ببین که گفتم دایی جرگه نشاد در جرگه بعد گفتم بسیار خوب. ببین آخرین بخش سخنرانی رئیس جمهور که امروز مطرح کردن در لوی جرگه با هم ببینیم. بیننده عزیز لطفا توجه کنین به بخش کوتاهی از سخنرانی رئیس جمهور افغانستان. بعد خیر ان شاء الله دانش تاسی جلسه خلاص ولی بیا سرشین سول بیا بوری سنور خبر دو تر وکم خبر دیری د افغانستان آینده ملی اردو بسنګي دا یو مسله ده، د افغانستان آینده اداره بسنګي دا یو مسله ده. رئیس جمهور افغانستان در آخرین بخش از سخنرانی خود همونطور که شما دیدین بیننده های عزیز اشاره کردن که مسائل زیادی است که باید در روز آخر مطرح شود، از جمله مسئله اردوی ملی افغانستان سرنوشتش چطور میشه و همچنان گویا میخواستن کلمه دیگه را ادا بکنن، بعدن کلمه را تعدیل کردن و گفتن اداره افغانستان، سرنوشت اداره افغانستان. آقای نویان تعبیر شما چی هست؟ یعنی چی سرنوشت اداره افغانستان؟ ما در حالی که برخلاف نظر بعضی از دوستها تدویر همین جرگره در صلاحیت های قانونی رئیس جمهور میبینم که او در قانون اساسی مسجل شده است، ولی در تعبیر هرچه که باشه ما روی احتمالات قضاوت های خود یا چیز بکنیم، صرف میتونیم تفسیره های بکنیم، احتمالات بدیم، ولی شورای مرکزی موقت حزب حق و عدالت فیصله کردن
که در صورتی که ما شرکت میکنیم این شرکت مشروط است. شرکت مشروط به معنای از این که هرگاه در اینجا این جرگه از ساحه مشورتیش خارج میشه و بعضی آجنده های پنهانی وجود داشته میشه عنوان میشه، اعضای حزب حق و عدالت که در اونجا هستن اونا بیرون میشن، مجلس رو ترک میکنن. آقای نویان، این تصمیم شما، تصمیم شما نشان میده که گویا شما نگران برخی یا ما یک نوع آجنده های پنهانی هستین. به هر صورت ما هیچ گونه احتمال چیز نمیکنیم، رد نمیکنیم. ما در می افغانستان قرار داریم و این احتمالات، تفسیرها، گفتگوها دیگه وجود داره، ولی ما به هیچ وجه این جرگه به اندازه یا صلاحیت لوی جرگه که در قانون اساسی در ماده 110 تعریف شده به هیچ وجه او صلاحیت نداره. به هیچ وجه فیصله های از جرگه نمیتونه صلاحیت های قانونی پارلمان افغانستان زیر پا بکنه. بسیار خوب، وقتی رئیس جمهور اشاره میکنه که آینده اداره افغانستان، تعبیر شما چی است؟ منظور رئیس جمهور چیست؟ درست آنچنان که شما هم تفسیر کردیم که خود شما هم در این قسمت مردد ماندیم که چی بگوییم که گفتیم کلمات رو میگفت و او رو تعدیل بله کرد میخواست نظام بگویی یا بر صورت هنوز هم ما فکر نمی کنم که جناب رئیس جمهور آنچه رو که میخواست به صورت واضح تانستاش بگویه و فکر کنم که در مجموع سخنانش اینطور که آمد ممکن است گپای رو گفته باشه که مثلا اردو یا تقویت اردو یا مثلا تعداد قوای امنیتی کشور یا چیزهای دیگه که ممکن است در قسمت هم گپ های بزنن، ولی به هر صورت ما بر ما مهم فیصله های است که از جرگه بیرون میشه. فیصله های از جرگه صرف در دو آجنده میتونه بیرون شوه و او هم حیثیت مشورتی داره و به هیچ وجه الزام آور و قانونی نیستن. تشکر آقای سانچاراکی، تعبیر شما چیست از آخرین بخش سخنرانی رئیس جمهور؟ خب ما هم مثل جناب انجینر صاحب که فرمودن امیدوار هستیم که حالا که لوی جرگه عنعنوی برخلاف قانون و با هزینه سنگین دایر شده و یک تعداد هموطنان ما در اونجا آمدن، احترام میکنیم به شخصیتشان، امیدوار هستیم که شخصیت هایی که در این جرگه اشتراک کردن با درک مسئولیت های تاریخی و ملیشان و با هوشمندی مسائل تعقیب کنند، اجازه ندن که خارج از این دو مورد مسائل دیگه مطرح شود و احیانا اگر مسائل دیگه مطرح شود طبیعی است که این مسائل میتونه بسیار خطرناک باشه، بحرانزا باشه. اما قسمی که انجینر صاحب گفتن واکنش ها در سطح نیروهای سیاسی که حتی تا یک حدی با رئیس جمهور همراه شدن در این مرحله، اونا هم رای خود انتخاب کنن و برای دیگه که این خب تعبیر شما چی است؟ اگر مشخصا با پاسخ سوال مپردازید. من فکر میکنم اما چیزی را که ما پیش بینی میکردیم، نگرانی‌هایی را که ما قبلا ابراز کرده بودیم در صحبت های رئیس جمهور مشهود بود، نگرانی های ما که اونا چیزهای دیگه دارن، موارد دیگه پیشان هست که حالا این موارد امکان داره که نه رئیس جمهور از نام و زبان خود مطرح کنه، بلکه از زبان کمیته ها و افرادی که در اونجا کار میکنن از زبان اینا مطرح کنه و پیشنهاد شو به رئیس جمهور و رئیس جمهور توجیه کنه که ما به خاطر احترام به نظر و مشمره و دیدگاه های لوی جریه ننوی ما قبول دارم گپای شما را. این رای بسیار مختلفی است که قدرت میتونه از این گاه ها به تمدید خود بپردازه. با پایان بحث خود نزدیک شدیم. آقای سنچارکی لطفا برای ما، برای بیننده های ما بگوین که انتظار شما با توجه به ترکیب این جرگه چی هست که بالای این دو موضوع مشخص، پیمان استراتژیک و صلح با طالبان یا گفتگو با پاکستان، مشخصا چی فیصله خواهند کرد؟ ما امیدوار هستیم که بیش از 2000 از هموطنان ما که به هر سطحی از فکر و اندیشه و تفکر و گرایش که هستند در قالب جرگه جمع شدند و یک موقعیت خاصی است برای افغانستان و اونا مسئله صلح هم درست میتونن درک کنن و روابط استراتژیک با آمریکا و جامعه بین المللی را. به این خاطر بسیار مهم است که اونا با درکی که طالبا گروه های مسلح مخالف و حراس افغانان خودشان نیستن و اراده مستقل از خود ندارن و بلکه کسای دیگه در پوش سرشان هستن، تصمیم گرفته شود که با طرف های اصلی جنگ افغانستان، هر کسی که در پشت سری گروه های حراس افغان قرار داره، مستقیما دولت افغانستان وارد گفتگو و مذاکره با اونا شوه و گفتگو با فرعیات شاخ و برک ها نتیجه نداشته و نتیجه نخواهد داشت و در این مورد یک تصمیم قاطع گرفته شوه. و همچنین در مورد پیگیری شهادت استاد شهید
استاد ربانی هم باید در این رابطه یک تصمیم جدی گرفته شود و از طرف دیگر در خصوص روابط استراتژیک با آمریکا وقت ما کم است آقای در این رابطه باید این جریان مسئولانه عمل بکنه تا زمانی که جزئیات سند روشن نیست نباید هیچ چیز چشم بسته امضا شود. آقای نویان انتظار شما چی است؟ پیش بینی شما چی است که در این دو مورد چگونه فیصله خواهند کرد؟ من فکر میکنم با تمام چیزهایی که اجرگر قانونی میدانم و در صلاحیت های جناب رئیس جمهور با آرزوهای که جناب سنچارکی صاحب گفتن میپیوندم، ما هم یارزوها رو داریم، ولی من زیاد مطمئن هستم کسانی که افغانهایی که منافع ملی افغانستان منافع فرزندانشان که در آینده در این کشور زندگی میکنن در نظر داشته باشن، اونا مطمئنن مشوره های خوب و مشوره های سازنده و مشوره هایی که به منافع ملی مردم افغانستان و مفید باشه اونا خواد دادن. ولی ما احتمالات به هیچ وجه رد نمی کنیم، احتمالات وجود داره، در مقابل احتمالات ما آمادگی خود داریم و به هیچ وجه پیش قضاوت نمی کنیم. پیش بینی شما مشخصا چیست که جرگه چگونه فیصله خواهد کرد در دو مورد مشخص؟ من فکر می کنم از احتمالات من فکر می کنم که جرگه در مورد پیمان امضای قرارداد استراتژیک با دولت آمریکا رأی مثبت خواهد داد و در قسمت پیمان صلح با طالبان و صلح با مذاکرات صلح اونا هم بالاخره صلح با مذاکرات صلح کاملا درست است، اونا شاد دادن موافقت بکنن، ولی شرایطی که در اونجا باید عدالت تابع قربانی صلح نشوه، قانون اساسی افغانستان پذیرفته شوه، لانه های تروریست ها از بین بره و به حساب حاکمیت ملی مردم افغانستان در نظر گرفته. تشکر. با تشکر از آقای فاضل سانچرکی سخنگوی ائتلاف ملی تغییر و امید و با تشکر از آقای عباس نویان سخنگو و عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت، بیننده های عزیز از شما تقاضا میکنم که لطفا خبر ساعت یک تلویزیون یک هم با ما ببینین و از شما خداحافظی میگیرم. تشکر.